دوستداران آکادمی آفیکس پرواز، من به خدا نمیدونم مرام و معرفت و شعور رو نمیدونم این بروکرها باید از روباه یاد بگیرن، از گرگ یاد بگیرن. خدا شده گرگ در رنده معرفت داره، سجست دارن شیر معرفت داره، یه حیوان درنده است ولی شکارش رو خفه میکنه. آقایی به من زنگ زده از قم، در حدود یک هفته است شب و روز زندگی من مختل آرامش رو از من گرفته، شب و راست به من زنگ زنه، هزینه گذاشت روی دستم، جون برادرم رو به خطر انداخته، از این بدونم فلان کجا با ماشین حرکت کرده اومده تا کجا به خاطر کاری ایشون، زمانی که رسیده لحظه 90 در میاد میگه که کالا مال کسی دیگه است، یارو میترسه. با این همه حرفی که من زدم، با این که تمام این مسائل رو روشن کردم، الان من با این آقا چه بکنم؟ یعنی بخوام حالش رو بگیرم برای من کاری داره آیا؟ خدا شده میدم پوستش رو بکنم، تمام این هزینه رو ازش کم کنم، ولی این آقا مثل که نه شعور داره، نه درک داره، نه معرفت داره، داره چه کار میکنم با تمام این تعاسیبی که من گفتم. یک همچون شخصی که اسم خودش بروکر گذاشته که مذرد بخواب آشخا جمع کنم نمیشه، بروکر یک تاجر معقله و درآمدش از تاجرها بیشتره. گرفتیم خودش بگه بروکر. آقا تو کجات بروکر مرده؟ کسی که دروغ میگه، کسی که بسم الله الرحمن الرحیم اول بسم الله دستشو میذاره توی دست تو فقط دروغ تحویلت میده، آیا این تاجره؟ آیا این اصول تجارت و دوستی و رفاقت به قول مرد تجارت و برادر محترم؟ شما به من زنگ زدی، من زنگ زدم به برادرم. خدا شد اگر مو از سر برادر من کم شد توی جایی ها دودمانت با آتش میدارم. اینه بگیم که بگیم که یعنی توی این مسیر خالی بیفته به برادر من، جفت چشات در میارم میدم سگ بخورم، یه دیگه 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 در میارم به خاک سیاه میشونم خودت خورم بدم. هم بودت شد هم بودت شد، حواست جمع کن. شخصی که من دارم حرف میزنم خودش الان میدونه من کی هستم و دارم با کی حرف میزنم. در مورد این مسئله 10 روز زندگی منو از خوش دروغا و مهملاتش کرد، برادر من انداخته توی مسیر خطرناک با اتومبیل، خدای نکرد بلای سرش اما من چه خواهی پسی دارم بزن. آقای محترم خانوادی تو جواب برادر من میگه، ما خودم با دستای خودم تو رو میکنم. تاجه هستی؟ از این بعد برادر من هر کس میخواد به آکادمی آقابایی تیز پرواز آمانی کنه، آکادمی آقابایی تیز پرواز برید آمار بگیرید از هر کجا که دلتون میخواد، از هر ارگان نظام، از هر ارگان سپاهی، هر که دلتون میخواد، از آدمایی که طبیعی هستن شاره یا اندره بدید بپرسید. برید آمار من از سازمان بگیرید، برید آزمان از بچه ها بگیرید. اگر در میری من کوچکترین حرفشون یه داره برای این که بنده انسان اونا درستی هستم، من برای همیشه آقا دارم برای همیشه من دستی برای آدم خونه سری مقام و محبتون برش داشته. یک هفته زندگی من مختل کرد، شب و روز برای من نذاشته، دیگرم سر برای من نبرد اون کاری که نباید بکنه، یه با این که من دوباره پیج رو داشتم و خود رو داشتم این آقا اینجا این آقا رو من نیاز دارم. این نامه دو سری آدرس رو باید پیش من وقتی که بیاد اینجا من حسابی از شرمندگیش در میام. نکنید برادر من، خدا شاهد زشته و این فقط باعث میشه آبرو و عزت خودتون به رو ببستن. سرنا پای خان هستم،
از آکادمی و قوای تیز پرواز همیشه هر لحظه با شما. یه کاری نکنید که وقتی که گوشی رو قطع کردید دیگه روتون نشید زنگ بزنید. السلام برادر عزیز من، تو رو خدا این کارو نکنید، زشته واقعا. انسان به داشتهاش نگاه میکنه، بعد نگاه میکنه سخن به زبون میاره. السلام، من در خدمت همتون هستم.